همیانان گرامی، با آقای امینی قراری گذاشتیم که در برنامه امروز و هفته آینده، شاید هم دو سه هفته، معلوم نیست چون ممکن است موضوع به درازا بکشد، برصورت قرار گذاشتیم که به یکی از دردبارترین سری رویدادهای تاریخ ایران در 200 سال گذشته بپردازیم. بسیاری از بینندگان برنامه آگاهی دارند که در دوران قاجار بخش‌های بزرگی، شاید بیش از 1/3 از خاک ایران از دست ایران خارج شد، برای همیشه از خاک ایران جدا شدند. در این زمینه میتوان به پیمان‌هایی که در آن روزگار در زمان قاجار بسته شد اشاره کرد. پیمان گلستان، پیمان ترکمنچای، آخال، این سه تا با روسیه، پیمان پاریس و پیمان گلدسمیت با بریتانیا. پیمان آخال همون پیمانی است که در حقیقت توانست با کمال تأسف شرق ایران رو جدا کنه، به دست روس‌ها بسپارد، شرق دریای خزر رو. و آخال، البته پیمان آخال تأثیر دوگانه ای داشت. از یک سو ایران تا حدودی از یورش‌های ترکمن‌ها رهایی می‌یافت که ناصرالدین شاه دستشون زله بود، اما این امر به بهای گران از دست رفتن همیشگی سرزمین‌های به دست آمد که ناصرالدین شاه ادعای پادشاهی اونها رو داشت. قراردادی که با انگلستان، یعنی پیمانی که با انگلستان بسته شد، پیمان گلدسمیت بود، یعنی بخش اعظم بلوچستان از ایران جدا شد. دلایلش آقای امینی برای شما خواهند گفت. و همچنین پیمان پاریس که باعث شد در واقع افغانستان از ایران جدا بشه، نه فقط هرات. فکر میکنم اینجوری باید برداشت کرد. و آقای امینی، بعد از بسته شدن پیمان هایی که از اونها نام بردم، مذاکرات چند ساله ارزروم میان ایران و عثمانی، روسیه و انگلیس انجام شد که مرزهای غربی ایران رو با عثمانی اون زمان روشن کرد. بفرمایید که آیا پیش از پیمان ارزروم، آیا پیمان نامه های مرزی میان ایران و عثمانی پیشینه‌های تاریخی داشته است؟ ببینید، اصولاً بستن پیمان میان کشورها در دنیا به پس از اون نشست نام‌آور شده به وستفالیا برمی‌گرده، در 1642 میلادی، که اصلاً این روابط کشوری در دنیا به رسمیت شناخته شد و پیمان نامه های رسمی میان کشورها به وجود آمد. نخستین پیمانی که ایرانیان درش درگیر بودند به طور رسمی نزدیک به 20 سال کهن‌تر از پیمان وستفالیا است، یعنی در سال 1622 میلادی امام قلی بیگ، سپهسالار یا بگلر بیگی فارس، از سوی شاه عباس با بریتانیا، با شرکت هند شرقی پیمان بست که اونها مرزهای جنوبی ایران و سیادت ایران رو بر سرتاسر سرزمین‌های جنوب خلیج فارس به رسمیت شناختند. بر پایه این پیمان بود که اونها لشکر کشیدند و به جزیره هرمز و بندر عباس رو از دست پرتغالی‌ها بیرون آوردند و یک روابط تازه‌ای میان ایران و کشورهایی که به خلیج فارس رفت و آمد داشتند در اون هنگام آغاز شد. و این هم یکی از بخش‌های دردناک تاریخ ایران هست، با اینکه این پیمانی که در میناب بسته شد میان همین امام قلی بیگ و نماینده بریتانیا، شرکت هند شرقی، به راستی نشان میداد که در اون هنگام ایران دارای قدرت بسیار زیادی هست، در این حال یک نشان دردناکی برای آینده ایران بود، چون میدانه که نزدیک به 100 سال پیش از اون، شاید هم اندکی بیشتر، کشورهای اروپایی
که از نقطه نظر اندازه و حتی تاریخ از نظر تاریخ جوانتر از ایران بودند، از نظر اندازه کوچکتر از ایران بودند، اینها با روی آوردن به صنعت کشتی سازی بزرگ توانستند وارد بازرگانی بزرگ بین المللی بشوند و از این راه حتی آمریکا کشف شد. و جالب اینجاست که این چهار کشور که بزرگترین اونها اسپانیا بود و کوچکترین اونها هلند، پرتغال و بریتانیا هم دو کشور دیگر بودند، اینها همه به خلیج فارس و به ایران آمدند در واقع و همه اینها کشتی داشتند. از راه پرتغالی ها از راه زمینی نیامدند، از راه کشتی های بزرگ آمدند. هلندی ها در همون دوران شاه عباس کار بازرگانی با ایران رو در از راه خلیج فارس گسترش دادند و دفترخانه های بازرگانی در ایران گشودند. بریتانیا پیشتر هند رو گرفته بود و کمپانی هند شرقی نماینده بریتانیا در سرتاسر اون منطقه به شمار می آمد و یکی از نام‌آورترین کسانی که در ایران سالیانی پس از اون نقش داشت، سر جان مالکوم، در واقع همین نماینده شرکت هند شرقی بود و در این حال نماینده بریتانیا. و این نشان میداد که در اون هنگامی که ایران در اوج قدرت دوران صفوی بود، اگر به صنعت کشتی سازی بزرگ روی آور شده بودند، شاید می توانستند از پاره دخالت های کشورهای دیگر در ایران جلوگیری کنند و خود اونها بتوانند به کشور نیرومند دارای نفوذ در کشورهای پیرامون خودشون تبدیل بشوند و چنین نشد. بنابراین از اون پیمان که بگذریم و بیاییم به دوره قاجار بخواهیم برسیم، پیمانهایی پیش از دوره قاجار هم در مورد دوره عثمانی، مرز ایران و عثمانی، به طور غیر رسمی بسته شده بود. از جمله پیمانی است که به نام معاهده صلح ذهاب یا قصر شیرین شناخته میشه که این در 1639 میلادی، 1018 خورشیدی، بین نمایندگان ایران و عثمانی امضا شد که یک استناد تنها به نامه‌ای داشت که سلطان مراد چهارم به شاه صفی نوشته بود و ایران هیچگاه این پیمان رو به رسمیت نشناخت. با اینکه در بستن پیمان خود ایران دست داشت، بیشتر جنبه صلح‌نامه بود تا پیمان. سرانجام در دوره نادرشاه پیمان‌نامه میان نادرشاه و سلطان محمد خان اول بسته شد که این به پیمان کردان نام‌آور شد که این پیمان در 1746 میلادی یا 1125 خورشیدی بسته شد و تقریبا میتوان گفت که سرحد ایران و عثمانی رو تا حدود زیادی به رسمیت شناخت. اما هنوز بین ایران و عثمانی درگیری بر سر حدود مرزی وجود داشت، به ویژه نه در مرزهایی که امروز میان ایران و ترکیه هست، بلکه در اون بخشهایی که امپراتوری عثمانی در جنوب ترکیه امروز داشت، در عراق و به ویژه نزدیک به خلیج فارس داشت و در منطقه‌ای که به اروندرود و شط العرب شناخته می شود. در اونجا بود که ما گرفتاری مرزی داشتیم، روشن نبود که کدوم بخش از آن کدام یک از این دو دولت بزرگ است. این است که در زمان فتحعلی شاه و پادشاهی سلطان محمود، محمود خان دوم در عثمانی، میرزا محمد علی مصطفی آشتیانی که نماینده ایران بود، در ارزروم یک رشته گفتگوهایی رو با امیر لشکر عثمانی آغاز کرد که یا رئیس ستاد ارتش عثمانی، که این به عهدنامه ارزروم مشهور شد. منتها این عهدنامه اول ارزروم هست. بیشتر ایرانیان هنگامی که از پیمان ارزروم یا عهدنامه ارزروم یاد می کنند، پیمان دوم ارزروم رو بهش اشاره دارند. امیر کبیر. بله، در دوران امیر کبیر. البته در اون دوران باز هم برداشت نادرستی است که امیر کبیر صدر اعظم بود در اون هنگام. صدر اعظم نبود در اون هنگام. این در دورانی است که امیر کبیر در دوران محمد شاه قاجار هست. هنوز ناصرالدین شاه پادشاه نشده و امیر کبیر در پیمان دوم رو، یعنی در معاهده معروف به معاهده ارزروم دوم، که این در 1847 میلادی، سال 1226 خورشیدی، پس از چند سال گفتگو بسته شد، 60 سال درست پیش از مشروطه است این پیمان. در 60 سال پیش از فرمان مشروطه این پیمان بسته شد و این پیمان، امیر کبیر در بستن این پیمان جایگاه بلندی داشت، نماینده
ایران بود. این در دوران محمد شاه قاجار هست و پادشاهی سلطان عبدالحمید معروف، عبدالحمید قانونی، که این رو انور افندی و امیر کبیر برش دستین نهادن. و این در واقع باید گفت که کاملترین پیمان میان ایران و عثمانی بود. و این پیمان البته برای اینکه با یه تاریخ این گرفتاری سرحدی ایران هم در این دوره تا حدودی آشنا بشویم، رساله ای هست به نام رساله تحقیقات سرحدیه. این رساله تحقیقات سرحدیه نوشته میرزا جعفرخان مشیرالدوله است که پس از بسته شدن پیمان ارض روم، در دورانی که امیرکبیر اینک دیگه صدر اعظم ایران شده بود و ناصرالدین شاه بر تخت پادشاهی نشسته بود، از طرف دولت ایران نماینده شد برای اجرای پیمان ارض روم. چون پیمان بسته شد، ما چند تا مشیرالدوله داشتیم؟ ما روی هم رفته 6 تا مشیرالدوله داشتیم. عجب بابا، بله، گرفتاری هست. میرزا جعفرخان به نام مهندس باشی جزو نخستین درس خواندگان ایرانی فرهنگ رفته بود. میرزا جعفرخان مشیرالدوله، مهندس باشی، و او در واقع میتوان گفت بلکه به درستی نخستین مشیرالدوله ایران بود. و سپس میرزا حسن خان سپهسالار، پیش از اینکه به سپهسالار نام آور بشود، میرزا حسن خان مشیرالدوله نام داشت و سپس لقب سپهسالار رو گرفت. سومین مشیرالدوله، چون فرمودید میگم، میرزا یحیی خان مشیرالدوله، وزیر امور خارجه، یکی از نخستین وزرای امور خارجه در دوران ناصرالدین شاه بود. البته او یک ویژگی دیگر هم داشت. ناصرالدین شاه خواهری داشت، تنها خواهر تنی، به نام ملک نسا خانوم. این عزت و دوله پنج بار او رو به شوهر داده بودند. 13 ساله بود، او رو همسر امیر کبیر کردن. این میرزا یحیی خان مشیرالدوله 4مین همسر او بود و این زن بخت برگشته، هر کس که میخواد در دربار قاجار به جایی برسه، او رو به زنی، به همسری میگیره. و این ملک نسا خانوم 2 تا دختر با امیر کبیر داشت، یکی تاج الملوک و دیگری همدم الملوک، که اینها با پسردایی های خودشون مظفرالدین شاه و برادرش ازدواج کردند. و این محمد علی شاه قاجار که مجلس مشروطه رو به توپ بست، نوه دختری امیر کبیر هست و همین خانم عزت الدوله. و این است که باید گفت که این جنبه های انسانی بود، روزگاری است، انتقال به این صورت پیدا نمی کنه. و این چهارمین مشیرالدوله بود. پنجمین مشیرالدوله میرزا محسن خان تبریزی، یکی از وزیران عدلیه در دوران میبخشید، این سومین مشیرالدوله بود که اشاره کردم، میرزا یحیی مشیرالدوله. چهارمی میرزا محسن خان مشیرالدوله تبریزی بود و پنجمین و ششمین پدر و پسر بودند، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله ناینی و فرزند او حسن پیرنیا. این نصرالله خان مشیرالدوله ویژگی در تاریخ ایران داره که آخرین صدر اعظم ایران و اولین نخست وزیر ایران هست. یعنی اولین، آخرین صدر اعظم قاجار پیش از مشروطه است و نخستین نخست وزیر ایران پس از مشروطه است، چون کسی است که فرمان مشروطه را از مظفرالدین شاه گرفت و به مردم ابلاغ کرد و خود او بعد پس از فرمان مشروطه و گشایش مجلس مشروطه همچنان نخست وزیر، نوشتن قانون اساسی، نخست وزیر ایران بود. این پاسخ به پرسش شما در مورد مشیرالدوله ها. این میرزا جعفرخان که اشاره کردم، با گرفتاری زیاد در واقع کوشش کرد که مرز ایران و عثمانی رو تا حدود زیادی روشن کنه و کرد، با سفر به این منطقه و حتی نامه گرفتن از بزرگان روستایی این مناطق و پرسش این که میخواهند به پادشاهی ایران وفادار باشند یا به پادشاهی عثمانی، از اونها یاری گرفت و مرز بخش زیادی از ایران رو که تقریبا سرحد امروزی کردستان ایران با کردستان عراق هست و تمام مرزهای امروزی ایران و عراق هست رو تا حدود زیادی روشن کرد. تنها جنبه ناروشنی که در این پیمان بود، آن چیزی بود که بعدها در پیمان اروندرود
در اون صلحی که میان ایران و دولت صدام در الجزیره، پیمان الجزیره معروف شد، دقیق تر شد تا حدود زیادی. آقای امینی، نخستین پیمانهای رسمی خارجی ایران چه پیمانهایی بوده؟ و آیا درست است که پیمان گلستان و ترکمانچای نخستین پیمانهای خارجی ایران در دوره قاجار به شمار می آیند؟ یه سوال دیگه هم در کنار این دارم، چه فرقی است بین پیمان، مقابله نامه، قرارداد و امثاله؟ بسیاری از این چیزهایی که به نام پیمان شناخته شده بیشتر جنبه صلح‌نامه داشته. یه نمونه برجسته اون که خیلی ها این رو در نیافتند، مقایسه پیمان گلستان و ترکمانچای هست. پیمان ترکمانچای یک پیمان نامه رسمی و نهایی است، در حالی که پیمانی که به نام گلستان نام‌آور شده پیمان ترک مخاصمات جنگ هست، یعنی صلح‌نامه است در واقع، که جنگ رو در اونجا نگه دارن ولی مرزهایی رو تا اون زمان بپذیرند یا حدودی رو بپذیرند. بسیاری از اینها واژه هایی است که در اون زمان به کار می بردن، مثلا می گفتن مقابل نامه یا نام هایی که رد و بدل می شده میان نمایندگان دو دولت، چون در بسیاری از این دوران ما با اون مکانیزم های امروزی برای تدوین پیمان روبرو نبودیم که در دنیای امروز شناخته شده است. گفتم، اشاره کردم، نخستین پیمان نامه‌ای که در این زمینه در تاریخ ایران به نام پیمان، به نام قرارداد در واقع بسته شد و او هم جنبه قرارداد رسمی نداشت، آن چیزی است که میان ایران و شرکت پوزش بخوام هند شرقی بسته شد. بسیاری از پیمان هایی که بسته می شد روی یک ورقه کاغذ مثلا به فارسی در چند صفحه نوشته می شد، متن روسی یا انگلیسی اونها خیلی خیلی مفصل تر بود. یکی از دردناکترین اونها که در یک صفحه کاغذ به فارسی نوشته شده و متن انگلیسی اون خیلی طولانی تر هست، پیمانی است که بریتانیا، شرکت نفت ایران، انگلیس با سران بختیاری بست برای که از وجود اونها استفاده کنه برای دستیابی بیشتر به منابع نفتی ایران، که دولت ایران هم نمیتونست این رو به رسمیت بشناسه ولی دولت بریتانیا اون رو پذیرفته بود. میتوان گفت که پیمان پاریس، پیمان ترکمانچای، پیمان حالا گلستان، عهدنامه گلستان یا صلح‌نامه گلستان و پیمان‌های دیگری که از اون نام بردید، اینها قدیمی ترین پیمان‌های دوران قاجار نیستند. نخستین پیمانی که در دوره قاجار بسته شده در همون آغاز دوره قاجار هست. می‌دانید که در اون دوران پایانی پادشاهی زند، آخرین پادشاه زند لطفعلی خان زند بود که بر شیراز چیرگی داشت و در شیراز فردی بود، فردی حکومت می‌کرد به نام حاجی ابراهیم خان کلانتر. این حاجی ابراهیم خان کلانتر میگن از اون پدر سوخته‌ها بوده. بستگی داره که از چه زاویه‌ای به اون نگاه کنید. یعنی آدمی بوده که به داوری من یکی از شیره دست‌ترین سیاستمداران تاریخ ایران به شمار می‌آمده و من میتوانم بگویم از نقطه نظر چیرگی در سیاست میتوان رو با بیسمارک مقایسه کرد. عجب. بله، ولی این ببینید به این معنا نیست که او در سرکوب و کشتن و زد و بند و اینها دست نداشته. اینها جزو ذات سیاست اون زمان بوده. او در واقع با یاری، از بدید به پیمان اشاره کنم بعد به ابراهیم خان بپردازم، در اون دوران اگر شما به تمام این پیمان هایی که اشاره کردید بنگرید، پشت سر این سیاست های بریتانیا و دولت روسیه رو میبینید که به راستی ایران رو فلج کردن. یعنی همون گونه که انقلاب مشروطه رو همین توطئه های بریتانیا و به ویژه روسیه به زانو در آورد، در اون دوره هم از ناتوانی دوره دولت قاجار بهره می گرفتن. حتی در دوران توانایی دولت قاجار با سیاست هایی که به کار می بردن که پیمان هایی رو به ایران تحمیل کنند. از جمله در آغاز دوره قاجار، هنگامی که همین ابراهیم خان کلانتر
صدر اعظم ایران، نخستین صدر اعظم قاجار شده بود، دولت بریتانیا از راه کمپانی هند شرقی آدمی رو فرستاد به نام مهدی علی خان که او تشویق کنه. این خیلی نکته جالبی است اینجا خدمتتون بگم جناب مهری. در اون هنگام در افغانستان امروزی که اون زمان بخشی از ایران به شمار می آمد، در هرات شورش هایی در گرفته بود و یکی از کسانی در اونجا به نام زمانشاه که اهل سنت هم بود پشتون ها رو برانگیخته بود و با دولت ایران درگیر بود. دولت بریتانیا نماینده فرستاد که این حاج ابراهیم کلانتر رو قانع بکنه که برای پشتیبانی از شیعیان در لاهور و در هرات ایران باید وارد جنگ با این رهبر افغانستان اون زمان یعنی زمانشاه بشه که اهل سنت بود، یعنی میخواست تشویق بکنه که ایرانی ها به دلیل شیعی بودن با افغان های اهل سنت به جنگ برخیزن، چون زمانشاه چشمی هم به سوی هند داشت و بریتانیا میخواست او رو از سوی هند در واقع مشغول با ایران بکنه و سرانجام هم موفق شدن. ولی جالب اینجاست که این در این دوره سر جان مالکوم که نماینده همین شرکت هند شرقی در ایران بوده و یکی از سرشناسترین سفیران بریتانیا در تاریخ در ایران به شمار می آید، حتی سفیر رسمی نبوده، جایگاه بسیار بزرگی داشته و در روابط با ایران و کتاب هم در مورد ایران نوشته، او میگوید که یک بار در این برنامه، نه در برنامه، یک کلمه به این موضوع اشاره کردم، میگوید که ایرانی ها به منافع ملی خودشون بیشتر دارن پی میبرن تا منافع دینی. ولی شما اگر برگردید به تاریخ پیدایش حقوق ملی یا اون چی که در فرانسه میگویند رزون دتا، دلیل دولت، نگاه کنید، این باز میگردد به پایان جنگ های 30 ساله در اروپا که در اون هنگام کاردینال روشلیو همه کاری فرانسه بوده. فرانسه کشوری کاتولیک بود، ولی در این جنگ های 30 ساله در برابر نیروهای کاتولیک دیگر با گروهی از کشورهای پروتستان همراه شده بود و هنگامی که کاتولیکا به او میگفتند که چرا شما با در واقع با میبخشید چرا شما با پروتستان ها همکاری میکنی، گفته بود این رزون دتا هست، دلیل وجود دولت دین نیست بلکه منافع ملی است. میرزا ملکم، ببخشید نه میرزا ملکم، سر جان ملکم میگوید که در این هنگام که به ایران آمده بوده و سیاست آدمی مانند همین حاج ابراهیم کلانتر رو دیده، اینها تن در نمیدادن به اینکه بخواهند به نام پشتیبانی از شیعیان وارد جنگ با زمانشاه بشوند. سرانجام هم دو پیمان با ایران در اون هنگام بسته میشود که اینها نخستین پیمان های دوره قاجار هست، خیلی پیش از پیمان ارزروم، و این رو میرزا ابراهیمی کلانتر برش دستین نهاده. حالا اگر بخواهید به میرزا ابراهیمی کلانتر و اینکه اشاره کردی که آیا پدر سوخته بودی یا نه، به اون خواهم پرداخت. بسی که لطف علی خان زند رو سخت گرفتار کرده بوده. خب برمیگرده، البته ببینید ما امروز فرصت زیادی برای اینکه به یعنی برد از موضوع گفتگوی ما خارج میشود، ولی فراموش نکنید در اون دوران هیچ پادشاهی به وزیرش وفادار نبوده و هیچ امیدی هم در این نبوده که این وزیر تا پایان به کهنسالی در واقع در بگذره. این ابراهیم خان کلانتر باید گفت که نقش بسیار بسیار مهمی در پادشاه شدن لطفعلی خان در مقابل برادرانش داشته، چون پس از مرگ کریم خان و دیگران جانشینان او، فرزندان و نوه های او و عموزادگان او به جان هم افتادند و کشت و کشتار بزرگی در شیراز و دیگر شهرهای جنوب ایران در گرفت و این ابراهیم کلانتر بود که لطفعلی خان زند رو برکشید و او رو بر تخت شاهی نشاند. ولی همین پادشاه، آخرین پادشاه زند، یکی از نزدیکان این حاج ابراهیم کلانتر رو زنده به خاطر حرفایی که مادرش زده بوده زنده در آتش سوزاند با اینکه او وساطت کرده بود و این
ابراهیم کلانتر هم دریافته بود که به زودی سراغ او هم خواهند آمد. این است که در یکی از زد و خوردهایی که لطفعلی خان قاجار با یکی از سرداران قاجار داشت، لطفعلی خان زند او رو، راه ورود او رو به شیراز بست و او مجبور شد که در چند جنگ و زد و خورد سرانجام به کرمان بره و در کرمان کشته شد. یعنی در کرمان، از کرمان هم فرار کرد. فاجعه‌ای است که در کرمان هنگامی که آقا محمد خان قاجار دستور چیرگی بر اون شهر رو داده بود، جنایاتی که در اون شهر انجام شد اصلا واقعا دردناک است. این حاج ابراهیم کلانتر به پاس خدمتی که به آقا محمد خان قاجار کرده بود و در واقع او بود که آقا محمد خان قاجار رو بر جنوب ایران چیره کرد، نخستین صدر اعظم و تنها صدر اعظم دوران آقا محمد خان قاجار شد و برخی میگویند که در کشته شدن آقا محمد خان هم دست داشته. و سپس هنگامی که فتحعلی شاه قاجار سر کار آمد، خیلی به سرعت او رو کنار نهاد، نخست چشم او رو کور کرد، چشمان او رو کور کرد، زبانش رو برید و سپس همراه با گروهی از فرزندان و خانواده به قزوین فرستاد و همه رو قتل عام کردند، همه رو کشتند. ولی خود این حاج ابراهیم کلانتر در زمینه توانا کردن دولت قاجار خیلی نقش داشته. این را اشاره کنم، این حاج ابراهیم کلانتر اینها از خانواده‌ای به نام هاشمیه بودن، از قزوین در واقع کوچیده بودن به شیراز آمده بودن، نیاکان اونها. و این هاشمیه قزوین اینها یهودی تبار بودن، یهودیانی بودن که در دوران صفوی مسلمان شده بودند. و در یکی از کتاب‌هایی که یکی از پژوهشگران غربی درباره وضع یهودیان در جنوب ایران نوشته، عباراتی رو از ناصرالدین شاه در دیدار با رئیس آلیانس جهانی هنگامی که در اروپا آمده بوده یاد می‌کنه که ناصرالدین شاه خیلی با شادمانی به این رئیس آلیانس جهانی که یهودی هست گفته که پادشاهی ما رو هم در ایران یک یهودی ممکن کرده، چون این ابراهیم خان کلانتر بر روی نیاکانش یهودی بودن و این است که او هم گفته که ما رو در واقع یهودیان در ایران پادشاهی ما رو آغاز کردن. خب سخن جالبی است که از زبان کی گفته بوده این رو؟ به رئیس آلیانس جهانی هنگامی که در اروپا با اونها دیدار میکنه گفته ناصرالدین شاه. این رو من در متون فارسی ندیدم، ولی در متنی که در یک اروپایی تهیه کرده در مورد تاریخ یهودیان در جنوب ایران در اونجا خواندم. ولی به هر روی ما در این دوران این پیمان ها رو داشتیم، ولی در واقع دوران دردناک پیمان ها و از دست رفتن بخش های از خاک ایران از دوره محمد شاه قاجار آغاز می شود که دوره فتحعلی شاه قاجار آغاز می شود که نخست پیمان گلستان است که یک عهدنامه ترک جنگ به شمار می آید و دیگری پیمان ترکمانچای است و سرانجام در دوره محمدشاه قاجار پیمان هرات است یا پاریس و پس از اون هم در دوره ناصرالدین شاه پیمان های آخال و گلدسمیت است که اشاره کردید که بخش های از خاک ایران از ایران به این ترتیب جدا شدند. آقای امینی، زمینه های تاریخی یا پیش درآمد های تاریخی جنگ های ایران و روس و بسته شدن پیمان گلستان چه بود؟ با یکی از تاریخ پژوهان سرشناس گفتگویی داشتیم و ایشان بر این عقیده بودند که اون بخش هایی که در پیمان گلستان و سپس ترکمنچای از ایران جدا شدند به راستی هیچگاه بخشی از ایران به شمار نمی آمدند و در واقع خاننشین های باج پرداز به ایران بودند، درسته؟ ببینید، نکته ای در این سخن ایشان نهفته است ولی دقیق نیست، به این معنا که ما اصولا در اون دوره تاریخ با و در درازای تاریخ تا پیش از شکل گرفتن دولت مدرن در ایران، حتی در درازای دوران قاجار، با پدیده‌ای به نام یک دولت مرکزی که دارای اداره‌های رسمی در سرتاسر خاک سرزمینی که ادعای پادشاهی بر اون می‌کنه داشته باشه روبرو نبودیم. به این صورت نبوده کشور که واحدهای استانی داشته باشه و دولت مرکزی
مثلا از راه وزارت کشور استاندار یا والی به نقاط مختلف بفرسته. ما دو دسته سرزمین ها رو در داخل این محدوده اون زمان میگفتند ممالک محروسه ایران داشتیم. این هم در دوره صفوی درست است و هم در دوره قاجار. در دوره صفوی طبیعی است که هرچه دولت مرکزی تواناتر بوده، اونها چیرگی اونها بر سرزمین های پیرامون بیشتر بوده و اساساً باید گفت در دوره صفوی بیشتر سرزمین هایی که بعدها از خاک ایران در منطقه شمال آذربایجان جدا شدند، بیشتر بین ایران و عثمانی دست به دست می شده، نه ایران و روس در دوره صفوی. و روسا هم گاه به اونجا لشکر می کشیدند، ولی اینها خاننشین های مسلمانی بودند که بیشتر اقبال به سوی ایران داشتند و فرهنگ ایرانی در اونها خیلی گسترش داشته، تا منطقه‌ای که به نام دربند نام‌آور شده یا شروان، و از این سوی هم تا نیمی از گرجستان و سرتاسر سرزمینی که به نام ارمنستان امروز شناخته شده، تمام منطقه عرّان و قفقازیه و ابخازیه و بخش‌هایی از این مناطقی که تا نزدیکی‌های دریای سیاه می‌رسد میان ایران و عثمانی دست به دست می‌شده، ولی بیشتر این بخش‌ها باج بده به دولت ایران بودند، با دولت ایران نزدیکی داشتند و خودشون رو بخشی از ایران به شمار می آوردند، به ویژه اینکه در حوزه فرهنگی ایران بودند. یعنی شروان خب و گنجه زادگاه بودن از بزرگترین سخنسرایان ایران، خاقانی شروانی و نظامی گنجه‌ای است و با فرهنگ ایران اون منطقه بیشتر نزدیکی می داشته. و این در بخش‌های دیگر سرزمین‌های شرقی ایران هم درست است، یعنی در منطقه‌هایی که میان ایران تا چین، ایران امروزی تا چین گسترش می‌داشته، دست به دست می‌شده میان ترکان و ترکمانان و دسته‌های دیگری که به این سرزمین‌ها لشکر می‌کشیدند. این است که نکته درستی در سخن ایشان هست که ما در اون هنگام مرز رسمی نداشتیم که بیایند و بگویند که اینها بخشی از خاک ایران به شمار می آید. ولی شما اگر نقشه های کهن سده 18 رو نگاه کنید، چاپ هلند یا چاپ بریتانیا، می بینید که وقتی از ایران سخن می گویند یا پرشیا، سر تا سر منطقه قفقاز تا جنوب چچن امروز رو بخشی از ایران به شمار می آورند و از این سوی هم تقریبا میتوان گفت بیشتر افغانستان رو و بخشهایی از ترکمنستان رو، و از این سوی هم در منطقه جنوبی بخشی از پاکستان امروز رو. این که تا چه اندازه اینها بخشی از خاک ایران بوده باشند بستگی به توانایی دولت مرکزی میداشته. در اوج قدرت محمد علی شاه و فتحعلی شاه بیشتر این خانها باج بده به دولت مرکزی ایران بودند، ولی هنگامی که روزها تمایل خودشون رو بر پایه میگویند وصیت‌نامه پتر کبیر آغاز میکنن برای کشورگشایی و دست یافتن به تمام سرزمین‌های شمال ایران و سپس علاقمندی برای اینکه به خود ایران هم دست پیدا بکنند، درگیری‌هایی که میان ایران و این خاننشین‌ها در منطقه قفقاز و منطقه عرّان آغاز می‌شود، دو دلی های میان این سران این خانها، خاننشین ها و دولت های محلی داشته. این است که دولت قاجار می آید و به این رو در برنامه هفته آینده به درازا اشاره خواهم کرد، چون فرصت امروز اجازه نخواهد داد که به درازا به اون بپردازم. دولت مرکزی ایران می آید و به دین متوسل می شود. این در دوری است که در دوره محمد شاه هستش که در دوره روزش بخوام فتحعلی شاه است که کوشش میکنند با برانگیختن احساس مذهبی راهی رو پیدا بکنند که در این درگیری هایی که میان ایران و روسیه وجود داره احساس دینی رو در میان مسلمانان منطقه قفقاز دامن بزنن. پای دین رو به این مسائل دولت عرفی ایران باز میکنه و چه کسی این کار رو انجام میدهد؟ قائم مقام.
مقام فراهانی در میابه که یک نوع فقدان وفاداری لازم در میان خانهای قفقاز نسبت به دولت مرکزی فتحعلی شاه وجود داره. این است که دست به دامن بزرگترین مجتهدان نجف می شود و از اونها فتوا می گیره در اینکه پشتیبانی از پادشاه قاجار پشتیبانی از دین هست، وظیفه دینی است و یکی از بلندپایه‌ترین اونها هم در این زمینه فتوا میده. در همون جنگ اول ایران بود، نه جنگ دوم. جنگ دوم ماجرای دیگری داره و از این بهره میگیرن برای اینکه احساسات مذهبی منطقه قفقاز و اران و اون مناطقی که بعدها در پیمان گلستان از ایران به طور موقت جدا شدن، چون پیمان گلستان پیمان موقتی بود، یک صلح‌نامه بیشتر به شمار نمی آمد، کوشش کردند که اونها رو برانگیزن. اما روزها چشم طمع دوخته بودند به این سرزمین هایی که بخشی از حاصل خیزترین بخش های ایران به شمار می آمدند و اساساً به دولت مرکزی ایران باج می دادند و به همین دلیل هم بسیاری از اونها خودشون رو ایرانی به شمار می آوردند. البته در اینجا بلافاصله باید اضافه کنم که احساس ایرانی یک احساس ملی به مفهوم مدرن نیست، چون این احساس به عنوان مفهوم مدرن با ساختن دولت ملت مدرن و مشروطه پیوند پیدا میکنه، بلکه بیشتر یک احساس فرهنگی است و این ایرانی دانستن خود با زبان فارسی پیوند پیدا میکنه، اگرچه خیلی از اینها زبان مادریشون زبان فارسی نبوده. بنابراین پیشینه تاریخی درگیری های ایران و روسیه از پیشینه تاریخی درگیری های ایران با عثمانی جداست. ایران در درازای 500 سال گذشته، 600 سال گذشته با 4 سری درگیری روبرو بوده و این درگیری ها در تاریخ به راستی ایران رو تکه پاره کردند و ویژگی اقلیمی سرزمینی فلات ایران هم در این بوده که ما از این 4 درگیری نمیتوانستیم گریزان باشیم. یکی درگیری ایران با غرب کشور، با عثمانی است اساسا، که این از پیش از دوره صفوی آغاز میشه، یعنی در همون هنگامی که قراقیونلو و آقیونلوها بر بخشای از ایران چیرگی داشتن با دولت عثمانی رو بودن. درگیری در شرق ایران، تمام منطقه شرق ایران که خراسان بزرگ باشه برای دوران درازی درگیری بزرگ ایران با ازبک ها بوده و دیگر دسته های ترکمان. درگیری در جنوب ایران که این درگیری از زمان آمدن پرتغالی ها آغاز میشه، اساساً با اروپاییان بوده و سرانجام هم میراث این درگیری به دولت بریتانیا میرسه و بریتانیا بزرگترین همسایه جنوبی ایران میشود و سپس درگیری شمالی ایران هست که با روسیه بوده. اینها دوره های تاریخی متفاوتی است، ولی باید گفت که همه این نیروهایی که اشاره کردم، کمتر ازبک ها، کمتر ترکمان ها، ولی این سه نیروی دیگر، روسیه در جنوب بریتانیا و سرانجام در شرق ایران عثمانی، در گرفتار ساختن هر کوششی که در درون ایران برای دستیابی به یک نسبتاً اصلاحات بهتر، دولت بهتر وجود می‌داشته، با این درگیر می‌شدند. من در برنامه هفته آینده به درازا به جزئیات جنگ‌های ایران و روس و جدا شدن بخش‌های بزرگی از خاک ایران خواهم پرداخت، اما اشاره ای رو هم در اینجا لازم میدونم. میبخشید که به درازا کشید پاسخ من به پرسش شما. جنگ های ایران و روس و شکست ایران در جنگ های ایران و روس پیامد های بسیار بسیار دردناکی برای ایران داشته، ولی یک پیامد ناخواسته نیکی هم برای ایران داشته. در دوران جنگ های ایران و روس هست که پای مستشاران یا رایزنان نظامی و فرهنگی اروپایی به ایران باز میشه. هیئت‌های نظامی فرانسوی، بریتانیایی به ایران رفت و آمد میکردند. در همین دوران هست که در واکنش به شکست ایران در این جنگ ها به اندیشه پیشرفت میفتند و دانش آموز برای دانش آموختن به اروپا میفرستند. ساختار آموزشی در ایران در پی جنگ های ایران و روس و شکست های بزرگی که ایران در پیمان گلستان و ترکمانچای دید اساسا دگرگون شد، یعنی ایرانیان شاید به خود آمدند و دریافتند که
باید تکانی به خود بدهند و پیشرفت پیدا بکنند. این پیامد ناخواسته این جنگ ها بود. در دوران مدرن شما اگر نگاه کنید، در جنگ بزرگی که میان آرژانتین و بریتانیا درگیره بر سر جزیره فاکلند که به شکست آرژانتین انجامید، این پیش درآمد دموکراسی آرژانتین شد. یعنی ژنرال هایی که در آرژانتین سالهای درازی بود حکومت میکردند، اینها از چشم مردم افتادند و زمینه پدیدار شدن نظام دموکراسی در آرژانتین که امروز هم یکی از دموکراتیک ترین ساختارهای آمریکای جنوبی است، در اون زمان به وجود آمد. شکست ایران در جنگ های ایران روس این زمینه رو هم به وجود آمد، تکانی بود که ایرانیان به خود بیایند و به فکر مدرنیته بیفتند، به فکر پیشرفت بیفتند و راه باز شد، شاید به همین دلیل. البته میتوان گفت که چه بهتر می بود که ما از راه دیگری به این دستاوردهای دنیای مدرن دست بیابیم، ولی به هر روی پیامد این جنبه منفی این جنبه های دیگر رو هم داشت. در مورد مسئله هرات که باز هفته آینده به درازا به اون خواهم پرداخت، هرات بخشی از ایران بود و همواره هم بخشی از ایران بوده، مانند خاننشین های شمال قفقاز نبود که گاه با ایران باشند و گاه با ایران نباشند. از دیرباز اصلا هرات بخش، شاید نسبتا میتوان گفت در خراسان بزرگ، در مرکز خراسان بزرگ بود، چون خراسانی که امروز ما در دست داریم، در دست ماست و به نام خراسان شناخته شده، بخش کوچکی از خراسان بزرگ هست و منطقه غربی خراسان بزرگ هست که تا بخارا و بخشهایی از حتی اون بر بخارا تا سرزمین های فرارود رو در بر می گرفت، نزدیک درودخانه بزرگی که در اون هنگام فرارود معروفی که رود معروفی که در اونجا آمو دریا تا اونجا رو در واقع در بر می گرفته. و این هرات در واقع بخشی از خاک ایران به شمار می آمده. و این که به ایران تحمیل می کنند که هرات از ایران جدا بشود، زمین ساز این می شود که بخش های دیگری از سرزمینی که اینک افغانستان نام داره رو بریتانیا به هم بپیوندانه با آمدن هرات و دولت افغانستان رو در واقع به وجود بیاورد که یک مرزی باشد میان ایران و هند، چون میدونید که اون زمان پاکستانی وجود نداشته، هند همسایه ایران بوده و بریتانیا همسایه ایران بوده و در این میان هرات بخشی از خاک ایران به شمار میامده. و محمد علی شاه در همون دورانی که برای گرفتن هرات در مقابل کسانی که شورش کرده بودند می جنگیدند، در جنوب ایران دولت بریتانیا نیرو پیاده می کنه و در بخشای دیگری دولت عثمانی بخشای از آنچه که امروز بصره خوانده می شود و آبادان و مناطقی از اون رو می گیره و به این ترتیب ایران رو در یک تنگنایی قرار داده بودند. و می توان گفت که دولتی که ناتوان شده بوده در برابرش راهی جز از دست دادن همه این سرزمین ها عملا وجود نمی داشته. شاید اگر درایتی وجود می داشت از این کار جلوگیری می کرد، ولی واقعیت این است که زور در سیاست بین المللی به یکی از ابزارهای بسیار بسیار مهم سیاست جهانی تبدیل شده بوده و حتی اگر ایران امیر کبیری رو هم بر سر کار می داشت، تنها از راه درایت نمیتوانست جلوگیری بکنه از اینکه این بخش‌های بسیار مهم به خاک ایران از ایران جدا بشود. زور لازم، نیروی نظامی کافی و دولت نیرومند مرکزی در ایران وجود نمی داشت که بتواند از این چند پارچگی ایران جلوگیری بکنه. آقای امینی، پیش از اینکه جنگ‌های اول ایران با شکست روبرو بشه، عباس میرزا یک سلسله حمله کرد به نقاط مختلف حال قفقاز و روسا رو چند بار شکست داد، ولی سرانجام البته در یک مورد با غافلگیری شکست خورد و حال اولش پیروز بود. بله، ببینید، این اگه شما بازگردید، اونها هم نگاه می کردن به کارهایی که آقا محمد خان قاجار آغاز کرده بود، چون بیشتر پیروزی هایی که در دوره آقا محمد خان قاجار چه در برابر عثمانی ها
و چه در برابر روس ها به دست آمد، چیرگی ایران رو بر قفقاز یا بخشهایی از سرزمین هایی که عثمانی ها بر اون دست داشتن رو قطعی کرد و عباس میرزا هم به دنبال همین بود، به دنبال این بود که بتواند بر این سرزمین هایی که پیشتر قطعا از ایران از آن ایران بودن بیشتر و بیشتر دست بیابه. دولت روسیه در اون هنگام در چند جبهه می جنگید، در یک جبهه نبود و دولت ایران اگر درایتی می داشت باید از این شرایط بهره می گرفت. دولت فرانسه علاقمند بود به اینکه ایران رو درگیر جنگ با بریتانیا بکنه و از جنگ با روسیه او رو برکنار داره، چون اینها درگیر جنگ با هم بودند و این درگیری های میان این سه نیروی بزرگ اروپا در آغاز کار به سود ایران بود، یعنی فرانسه، روسیه و بریتانیا. از این نتوانستند به اندازه کافی بهره بگیرند و اگر شاید توانایی های بیشتری می داشتند می توانستند چنین بکنند. فکر ارتش منظم در اون هنگام زاده شد و تصور این که اگر ایران در اون هنگام ارتش منظمی می داشت شاید می توانست قدرت خودش رو مقابل روسیه بیشتر و بیشتر نشان بده. گرفتاری تنها در این نیست جناب مهری، این پیروزی ها ماندگار و ماندنی نبود، چون دولت مرکزی هر روز بیش از پیش ناتوان می شد و با گرفتاری های بسیار زیادی روبرو بود. این است که توان درگیری در چندین جبهه با نیروهای خارجی رو نداشتند و عملا از پای در آمدن. بله آقای امینی، خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید. تا هفته آینده. خب هفته آینده میپردازیم به همین پیمان ها و جنگ های ایران و روس و هرات و گلدسمیت و آخال و پیمان های دیگر. ممنونم، با سپاس فراوان و با تشکر از کارگردان برنامه و هم میهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. شب و روزتون خوش.